بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم به نام خداوند و همچنین یادآوری میکنم که روز سوم شعبان است و بنابر روایات مشهور روز تولد امام سوم امام حسین علیه السلام است. بحث های ما چنان نیست که بتوانیم ایشان رو مستقیما در مباحث حاضر کنیم، اما نام ایشان و یادشان فرخنده است. من فقط به خواندن دو سه بیت از اشعار مرحوم محمد اقبال لاهوری اکتفا میکنم تا فرصت مناسب و میمونی به دست آید و حق مطلب رو در این زمان زمینه ادا کنیم. رمز قرآن از حسین آموختیم، از فروغ شمع جان افروختیم، تار جان از زخمش لرزان هنوز، زنده از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا ای پیک دور افتادگان، ما را تا مزار او رسان. درود و رحمت خداوند بر اقبال و صلوات خداوند بر روح پاک امام حسین علیه السلام که درس شجاعت به مردمان آموخت و با الهام گرفتن از ارواح طیبه بزرگان سخنمون رو آغاز میکنیم. در اردیبهشت ماهیم، در ماه شعبانیم، اما ما همچنان گرفتار شروعیم و باید در باب شروع در عالم بحث بکنیم. نوبت پیشین دو هفته پیش این باب شر رو باز کردیم و این در همچنان باز است. گفته بودم که مسئله شر از مسائل کهن و دیرین تفکر بشری است و آدمیان مخصوصا خداباوران با مسئله شر همیشه دست به گریبان بودند. نه تنها خداباوران، خدا ناباوران همچنین، چون که میدانید و یک آگاهی همگانی است، بودا و بودیزم بر مبنای رنج و چگونگی فرار از رنج بنا نهاده شده است و مهمترین تشخیص جناب بودا این بود که زندگی با رنج آلوده و آمیخته است و چه میتوان کرد و چه راهی رو در پیش میتوان گرفت که رنج از ما بگریزد و بتوانیم زندگی بیرنجی داشته باشیم. و چنان که میدانید در نهایت مطاف و مسیر به اینجا رسید که توقع آفریننده رنج است و هرچه آدمی توقعات خود رو و انتظارات خود رو کمتر کند، درد کمتری میبیند. برای اینکه عمده رنجیدگی از نرسیدن به توقعات خیشتن است. آرزوهایی که آدمی دارد، آرزوهای کوچک و آرزوهای بزرگ که تحقق نیافتنشون آدمی رو دردمند می کند. همین ایده بعدها در فلسفه شوپنهاور هم پدید آمد و او هم که بسیار به بودا احترام می‌گذاشت و درباره‌اش نوشتند که دو مجسمه، یکی از بودا و یکی از کانت در اتاق کار خود داشت، اصل درد رو تمنا نامید و گفت تمناهای ما دردآورند. یکی این، یکی همی که زندگی تکراری و این تکرار ملال آور است و ملال هم رنج است و برای فرار از ملال از نظر او به هنر، به دین و به خرافه باید رو کرد و مردم رو کردند. و این از نکات تازه‌ای بود در سخنان او و نوشته های او که منشأ دین رو، برخلاف اینکه خیلی از فیلسوفان دین ناباور میگفتن یا ترس آدمی است یا جهل آدمی است، او گفت ملال آدمی است و برای فرار از ملال بهتر است که آدمی یا آدمیان علل عموم چنین میکنند، به مقولاتی چون دین، چون سحر، چون هنر البته رو میآورند. باری این تشخیص مهمی بود که در عالم بی خدایان هم افتاد، اما در عالم خدا باوران ماجرا بسی مشکل تر بود، چون باید وجود شرور در عالم رو
با رحمت و عدالت خداوند جمع می‌کردند و این جمع ظاهراً جمع ناممکنی بود و لذا راه‌های بسیار مختلف رو پیمودند برای حل مسئله شر که من به پاره از آنها اشاره خواهم کرد. اما این حل‌ها در جهان مدرن همه چنان بود که نتوانست قانع کننده از آب درآید و همراه با عوامل دیگری که مجموعاً فرهنگ مدرن رو ساخت توانست مسئله شر به صورت یک نیروی عمده و بزرگ و فخیمی درآید و خداوند رو از صحنه بیرون براند. ماجرا اینچنین بود و همچنین هم باقی است. لذا اینکه قبلا هم گفتیم که چیزی به نام خسوف خداوند یا پنهان شدن خداوند در جهان مدرن رخ داد، عوامل و علل متعدد داشت و یکی از فربهترین و بزرگترین آنها همین قصه شر بود و هرچه که آدمی تواناتر شد و دست تصرف او در طبیعت گشوده تر شد و توانست ناسازواری های طبیعت رو و ناتراشیدگی های طبیعت رو سامان بدهد و درمان بکند، نفرتش از شرور در عالم بیشتر شد، هم شناختش بیشتر شد و هم نفرتش. یعنی هم انسان در پرتو دانش دانست که یا پنداشت که می داند که این جهان پرفکت نیست، کامل نیست، و هم در اثر تکنولوژی توانست پاره ای از اون نقصانها رو رفو کند و سامان بدهد و به این شیوه قانع شد یا این گمان قوی در ذهن او پدید آمد که گویا خداوند اونچنان که باید این جهان رو نیافریده است. و برخلاف اون ابیات که از نظامی خواندیم که تدبیر جهان چنان که بایست کردی به مثابتی که شایست، یک نقطه در او خطا نکردی، حرفی به غلط رها نکردی، در عالم عالم آفریدن به هزین نتوان رقم کشیدن. این نکته‌ای بود که قدما به او اعتقاد داشتند و باور حقیقی داشتند که این جهان از هر حیث نیکو و کامل و بی نقص آفریده شده است. خب همونطور که حافظ گفت که چرا خطا بر قلم سون نرفت؟ حتما خطا بر قلم سون رفته است. امروزی ها دیگه در این معنا کاملا متیقن شده. من یه بار برای شما نقل کردم، کنفرانسی بود که خدا ناباوران در اون شرکت داشتن چند سال پیش در شیکاگو، جناب آقای ریچارد داکینز و هم نوعان و هم نسلان او، یه خانمی که او هم از همین قبیله بود و اعتقادش رو به خداوند از دست داده بود، داستانی رو نقل میکرد از جوانی خودش. میگفت که من در جوانی که دختر جوانی بودم بویفرندی داشتم که گاهی با هم بیرون میرفتیم و این بویفرند من خیلی زیبایی من رو و مخصوصا چشمان من رو تحسین میکرد. گفت چشمان خیلی زیبایی داره و مرد خدا باور و مؤمنی بود. میگفت خداوند چشمهای خیلی زیبایی به تو داده. و می گفت من طول کشید تا به او حالی کنم یا نتوانستم هرگز حالی کنم که اگر تو به سیر تکاملی چشمهای جانوران مراجعه کنی خواهی دید که این چشم کنونی ما هم کامل نیست و خیلی نقصانها داره، کما اینکه 500 هزار سال پیش این چشمها خیلی ناقصتر از حالا بوده و راه بلندی در پیش داره تا از این هم کامل تر بشه. لذا به این زیبایی ظاهری فتنه نشو، مفتون نشو. این دیدگاه که دیدگاه جالبی است و برخواسته از تئوری تکاملی است، خب شیوع داره، یعنی فقط در مورد جانوران نیست که بدیهی است و پیداست که نقصانهایی در وجودشون هست. این ارتوپدها اینا به من گفتن ما گاهی دردهای بدنی که داشتیم، این بدن آدم مخصوصا ستون فقراتش کامل نشد، بدترین بخش بدن آدمی این بخشه، حالا شاید 500 هزار سال بعد اینم بهتر بشه، بتونه بار بدن رو بهتر بکشه، ولی این که شما گمان کنید که در بهترین صورتی آفریده شده است این چنین نیست. و برای قرار هر چیز دیگری در عالم که زیر ذره‌بین و میکروسکوپ و تلسکوپ علم قرار گرفت، معلوم شد که
این زیبایی ظاهری یا این کمال ظاهری بنا شده است بر یک ناتراشیدگی های خیلی خیلی مهم که چشم ظاهربین اون رو نمی بیند. و در این مورد هر چه ما سخن بگیم جا داره. به طور کلی مدرنیته یکی از فاکتورها، یکی از ابعادش این توجه به مایکرو کازموس بود، مایکرو ورلد، جهان خردها، جهانی که در اون شما ریزکاری ها رو میبینید، در حالی که جهان ما قبل میکروسکوپ، ما قبل تلسکوپ جهانی بود که شما فقط یک گراس اینفورمیشن، یه اطلاع کلان از جهان داشتید بدون اینکه تو این خرد ریزها برید. خب این که در جهان جدید خدا همچنان که گفتم رفته رفته عقب نشینی کرد به این سبب ها بود. خب شرور فقط هم در شرور خلاصه نمی شد، یعنی این چنین نیست که بگوییم که هر چه که آدمی از او بدش می آمد یا برای آدمی ناگوار بود، یعنی مسئله شرور فقط از خودمحوری آدمی نبود. خودمحوری یکی از معیارها بود، ولی نقصانهای طبیعت یا نقصانهای خلقت هم بر قصه شرور افزوده شد. اینکه گویی که جهان چنان که باید نمیچرخد و برای کمال بخشیدن به او باز دست تصرفی از ناحیه انسان لازم است. من هیوم رو که سالها پیش میخوندم، یک کتاب راجع برهان نظم داره و در اونجا چنان که میدونید ریشه های برهان نظم رو زده است، به طوری که تا امروز هم این برهان نتونسته کمر راست کند. در اونجا یه جمله زیبایی داره، میگوید که اگر یه چند تا سلول توی مغز چنگیز جوری دیگری کار میکردن، این همه ویرانی و کشتار به بار نمیومد و کافی بود که خداوند یه دو سه جای کلیدی این عالم رو یک تغییر مختصری میداد، عمدتاً هم توی مغز افراد شرور رو، که کار مشکلی هم نیست، این دنیا خیلی به سامان بود. ولی خب نداده است و نکرده است. یا ساختمان روانی که آدمی دارد، یا ساختمان جسمانی که آدمی دارد، یا روابطی که بین انسان‌ها و حیوانات، یا روابطی که بین انسان‌ها و طبیعت هست، و عواطفی که با آدمیان داده شده است، عواطفی که میان مادر و فرزند هست، میان همسران هست، میان فرزندان هست، اینا وقتی که در اثر حوادث این روابط به هم میخوره، اونگاه انسان مفهوم شر، مفهوم درد، مفهوم رنج، مفهوم نارس و ناقص بودن این جهان رو بهتر میفهمه. باز در همون نوشته های هیوم این نکته به تصریح هست، میگه این جهان چهره یک جهان در حال آزمایش شدن رو داره، یعنی گویی که یه سازندهی داره جهان رو، بارها جهان ساخته و این یکی از جهانهاییست که ساخته و هنوز راه داره و جا داره و فرصت داره که این جهان رو تکمیل کنه. درست مثل یه مجسمه سازه که مجسمه رو می سازه، اولین ساخت او نقصانهای زیاد داره، بعد به تدریج تکمیل میکنه. از نظر هیوم هنوز این صنعت یا این مصنوع چنان که باید جا نیفتاده، پرداخت نهایی و کافی نشده. این طرفش رو درست میکنی یه عیب از اون ور میزنی بیرون، اون ور میسازی این ور اشکال پیدا میکنه. و شاید او میگه که خداوند هنوز اگر خدایی باشد راه داره تا اینکه این مصنوعش رو تکمیل بکنه. و خلاصه برخلاف پندار خداگرایان که این جهان از اول به همین صورت آفریده شده و کامل آفریده شده و خطا بر قلم صنع نرفته، به جد مورد تردید قرار گرفت از جوانب مختلف. برتران راسل کتابی داره که چرا مسیحی نیستم، کتاب رو شاید شما با او آشنا باشید، قبل از انقلاب هم به فارسی ترجمه شده بود. خب در اونجا ادله وجود خدا رو مورد تردید و مورد انتقاد قرار میده، حتی وجود حضرت عیسی رو که آیا اصلا چنین کسی در تاریخ وجود داشته و پدید آمده یا نیامده، و میگه تمام اون چه که در اطراف تولد اوس افسانه است، ما به درستی نمیدانیم چنین کسی به دنیا آمده یا نیامده. و بعد اون وقت وارد همه بحث شروع میشه، میگه شما دستتون رو بند میگیرم و میبرمتون به این بیمارستان های معلولی
و به شما نشان میدهم که انسان‌هایی که ناقص به دنیا اومدن، یکی دست نداره، یکی پا نداره، یکی فلان بیماری رو داره، یکی مثلا حالا نادرن دوتا فرض کنید شش داره، دوتا کبد داره، دوتا چه داره، خلاص قادر نیستن که زندگیشون رو اداره کنه. اتفاقا یکی از فیلمسازان مشهور خودمون در عصر حاضر، یعنی آقای مخمل باف، یک بار خودش به من میگفت من خب میدونید ایشون تا مدتی فیلم های دیندارانه میساخت، هنر دینی رو پشتیبانی میکرد و خیلی هم متعصبانه پشتیبانی میکرد و اون کتاب توبه مسیح، ببخشید فیلم توبه نصوحش همین محتوا رو داشت. از وقتی که نوبت عاشقی رو ساخت به تدریج راهش جدا شد، تا بعدها که اون فیلم فریاد مورچه ها رو ساخت و غیره، که خب کاملا مسیر رو عوض کرد و به راه دیگری افتاد. به من میگفت، میگفت من اون سر بند، یعنی اون جایی که من عوض شدم این بود که یه بار به مونستان معلولین رفتم و با دیدن اون بچه های بی پناهی دست و پا می زدن، من به طور کلی عالم رو جور دیگری دیدم و رابطم با خدا و اعتقاد به خدا عوض شد. حالا در این باب ما هرچی بگیم دیگه کم است و خود شما هم بهتر از من و بیشتر از من می دانید و من نمی خواهم اون چیزی رو که قبلا فر بهتر کنم. دنیا ما یه چنین دنیاییست که به قصه شر جدا اهمیت میده و این سؤال بسیار چاق و فربه رو در مقابل خداوند نهاده است که چرا خدایی که ما او رو با اسماء حسنا و به صفت رحیم و علیم و حکیم ستایش میکنیم و میشناسیم، اجازه داده است که چنین عالمی از زیر دست او بیرون بیاد و از همه مهمتر مخلوقات او و بندگان او چنین رنجهای ناخواسته و بی حکمتی رو متحمل شدن. خب راه های زیادی رفته شده در این باب. بعضی از این راه ها هم قابل تأمله، یعنی خوبه، یعنی کمک به حل مسئله میکنه، کمک به روشن‌تر کردن بینش ما میکنه، چشممون رو بازتر میکنه، چون یک جانبه نگاه کردن به شروع در این عالم و نقشه کلان رو در این جهان ندیدن در موارد بسیاری میتواند گمراه کننده باشه. این کار رمان نویساست که یک چیز رو میگیرن و روی همون تأکید میکنن، انگشت تأکید میذارن و دنیای شما رو با او میسازن. اما کار یه فیلسوف این نیست، رمان نویسی نیست، همه جانب نظر کردن است و به ماهیات و امور نفوذ کردن و از دل اونها حل مسائل رو بیرون آوردن. بالاخره اعتقاد به خدای حکیم چنان سست نیست که آدمی او رو به خاطر قصه شروع فرو بنهد. باید بکوشد، چنان که حکیمان و متکلمان کوشیدن که جایی برای این امر پیدا کند و چرایی حضور شروع رو در خلقت باری تعالی به دست بیاورد. من اینها رو برمی‌شمارم و یکی یکی به اختصار پیش میریم و امیدوارم که تا حدی صورت مسئله و شاید هم جواب مسئله روشن‌تر شود. اولین پاسخی که فیلسوفان دادن این متعلق است به دوران ارسطو. دو تا پاسخ در واقع ارسطو به این قصه داده است، با اینکه ارسطو نمیخواست لزوما از وجود خداوند یا حکمت خداوند دفاع بکند. ارسطو یک خدایی داشت، یک خدای کاملا دور از جهان، یک محرک غیر متحرک، یک موجود اندیشنده، همین و بس. این اوصاف که برای خدا برمی‌شماریم اینها بعداً همه توسط ادیان به میدان آمد و به خصوص وقتی که مسیحیت به عرصه آمد و فلسفه یونانی رو با اندیشه مسیحی درآمیختند، این اوصاف رو هم به خداوند نسبت دادن. خب ارسطو یکی از سخنانش این بود که شروع وجود ندارن اصلا، وجودشون عدمیه، یعنی نبودنها شر است، نه بودنها. و بنابراین و این رو حکیمان، از حکیمان مسلمان و حکیمان مسیحی همشون از ارسطو گرفتن و پرورش دادن
و کوشیدن که خداوند رو تبرئه کنن و دامن پاک او رو از آلوده شدن به غبار شرور پاکیزه نگه دارن. خب یعنی چی که شرور عدمیان یا سلبیان یا از جنس نبودنهان؟ به این معنا شما ببینید، مثلا ما علم داریم و جهل داریم، میگیم کسی جاهل است، بی سواد است، یه کسی هم عالم است و با سواد است. اونی که عالم یه چیزی داره به نام علم، یه معلوماتی اطلاعاتی نزد اوست، اما اونی که جاهله هیچی نداره. جهل دارایی نیست، نداریه. درسته که ما میگیم آدمای جاهل در این عالم هستن، اما نباید بپنداریم که جهل یک موجودیتی داره. همین که علم نباشه میشه جهل. بنابراین جهل خالق لازم نداره، جهل چیزی نیست که او رو بیافرینن، علم خالق لازم داره. درسته؟ ارسطوییان با یک تحلیلی میگفتن هر چرا که شما شر، بدی، ناگواری مینامید، خصوصا نسبت به انسان، اینا از جنس نبودنن، از جنس عدمن، وجود خارجی ندارن. مثلا وقتی که شما رنج میبرید، این رنج نبودن لذت است. وقتی که شما بیمارید، این بیماری نبودن سلامت است. سلامتتون که از دست میدید و سلامت هم عبارت است از یک نحو اعتدال و تعادلی در بدن. وقتی این اعتدال و تعادل از مجموع ارگانیسم شما رخت برگاه، شما بیمار میشوید و این بیماری لذت نبودن سلامت است. و از این قبیل. بنابراین تحلیلشون این بود که چون شرور از جنس نبودن ها هستند، از جنس نقصان ها و عدم ها و سلبیات هستند، خالق لازم ندارن. پس این به پای خداوند نوشته نمی شود. بنده به او نمی توان گفت، از او نمی توان پرسید که چرا این شرور رو خلق نکردی. او به شما جواب می دهد که من خلق نکردم، من جهان رو خلق کردم با اون چه که موجودیت داره. بعد اگر در جایی کمبودی پیدا شد، نام اون کمبود می شود شر، می شود امور ناگوار، می شود درد، می شود رنج و هاکذا. خب این می دونید این پاسخ بدی نیست، اما پاسخیست برای کسانی که معتقد بودن دو تا خدا داریم، یه خدای خالق خیر داریم، یه خدای خالق شر. اگر شما به این باور برسید که شر موجودیتی ندارد، لذا خالق هم لازم نداره. چون یکی از راه حل‌های شرور در جهان این بود که به دو خالق قائل بشیم، بگیم نه این ناری یه نفر نکرده، اونی که خوبه فقط خوبی‌های جهان را آفریده، اون خالق بد که اهریمن باشه بدیهای عالم را آفریده. لذا همه رو به پای یک نفر ننویسید. وقتی هم میخواید عبادت کنید، اون خالق خوبی ها رو اطاعت کنید و عبادت کنید، خالق روشنایی ها رو. اون که خالق ظلمت است و شر، نه، اون رو لعنت کنید، به او پشت کنید. اما اگر شما به دو خالق قائل نشدید و خواستید یک خالق داشته باشید که همه کاره باشه، اونگاه باید خلقت شرور رو توجیه و تحلیل کنیم. توجیه و تحلیلش این بود که اصلا شرور خالق نمیخوان، برای اینکه شرور وجود ندارد. مثل اینکه چنان که گفتم جهل خالق نمیخواد، معلم نمیخواد. شما لازم داری معلمش رو جهل رو یاد بده، ولی معلم لازم داری که علم رو به شما یاد بده. خب پس خیالمون راحت. مسئله البته به اینجا حل نمی شد. یعنی وقتی که گفتن که شرور خالقی نداره، عیناً اشکال بر می گشت. می گفتن خب چرا خداوند یه جوری جهان را آفریده که شرور توش پیدا میشه؟ یعنی کمبودهای پیدا میشه که شما اون کمبودها رو نامشو شر می گذارید. بسیار خوب، خالق نمی خواد، ولی لازمه وجود این جهان این شرور شده است، یعنی این کمبودها شده است. درست شبیه این که شما یک سرمایه یا یک دسته نعمت‌ها یا خوراکی‌های خیلی محدودی داشته باشید، بعد افراد بسیاری رو خلق کنید که گرسنه‌اند، بدیهی است که به یه عده نمیرسه، یه عده گرسنه میمانند. بعد اگر شما بیاید بگید گرسنگی که وجود نداره، چون گرسنگی نبودن غذاست، این که وجود نداره،
و لذا خالق هم نداره. بعد به شما خواهم گفت که این چه حرفی شما میزنید؟ بالاخره این گرسنه ها رو که خلق کردید و اون مقدار غذا رو هم که خلق کردید، بدیهی است که عده گرسنه میمانند و این لازمه خلقت شماست. چرا یه جوری آفریدی که این لازمه رو داشته باشه؟ خب این کلمه لازمه در اینجا داشته باشید که ما راجبش خیلی بد صحبت کنیم بعدا. لازمه میدونید یعنی چی؟ لازمه به اون معنایی که فیلسوفان به کار میبرن یعنی چیزی که خدا هم نمیتونه کارش بکنه. اینو بهش میگن لازمه. میگن لازمه خلقت ماده یعنی لازمه ذاتی جدایی ناپذیر خلقت ماده و وجود ماده این است که کمبودهایی پدید بیاید که این کمبودها رو خداوندم نمیتونه رفع بکنه. این معنای لازم است. چون که اگر این لازمه اجتناب پذیر بود، شما میتوانستید گریبان خدا رو بگیرید و بگید که میشد از این لازمه حذر کرد و اجتناب کرد. چرا نکردید؟ اما اگر پاسخ این باشد که نه، این لازمه غیر ممکن، رفعش غیر ممکن است، امکان نداره. ما وقتی که ماده رو بیافرینیم یک رشته لوازم با خودش می آورد. حالا مثال میزنم تا شما ببینید. در میان شروری که در عالم هست، یک دسته به اصطلاح شرور طبیعی هم مثل حوادثی که زلزله و سیل و غیره، یک دسته شرور اخلاقی هم که از انسان برمیخیزه. آدم های ظالم که در این دنیا میان آدم میکشن، مال مردم میبرن، قصب حقوق میکنن. خب سخن در این است که اینا چرا وجود دارن و چرا خدا اجازه دادن این کار را بکنن. جواب فیلسوفان این استش که این ظلمی که این ظالمان میکنن لازمه اختیار است. نمیشه اختیار باشه و کسی اختیار بد نکنه. اگر شما چنان کردی که همه اختیار خوب بکنن، وقت اون دیگه اختیار نیست. همه رو شما توی یه جاده انداختی. ممکن است شما بگید که خب چرا اصلا اختیار رو آفریدی؟ حالا اون یه بحث دیگری است. میگه خب من میخوام انسان مختار بیافرینم، خیلی فواید داره. اما اگر اختیار رو آفریدید، لازمه اختیار، لازمه ای که خدا هم نمیتونه کارش بکنه به این معنا، یعنی اختیار اصلا همینه. به ستانی از شخص اختیار بد رو، کلن اختیار رو از او ستانده ای. پس ببینید ماده هم یه لوازمی داره. من حالا لازمه اختیار رو گفتم، ماده هم یه لوازمی داره. همه پرفکشن ها، همه کمالات در ماده جمع نمیشه. ماده چنان که نوبت قبلا گفتم یه ظرف تنگ حوصله، تنگ ظرفیتی است و همه چیز رو در او نمیتوان پدید آورد یا به او داد که هر نعمتی هست از او بجوشه. این چنین نیست. مثل خود فضا که تنگه، ماده هم یک چنین حوصله و ظرفیت تنک و تنگی داره. خب پس ببینید یک نکته این است که گفتند که این ماده یک لوازمی داره و این لوازم اجازه نمیده که ماده و جهان ماده بهتر از این بشه. این همین است. کامل تر از این ممکن نیست. پس اون شعر که گفت در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن، حالا میشه یک انصاف داد به نظامی و گفت پر بیراه نگفته. در عالم ماده آفریدن حالا باید گفت، نه در عالم عالم آفریدن. اگر این عالم رو محدود کنیم به وجود مادیات، این حرف صادق میاد. با خلقت ماده بهتر از این نمیشه، مگر اینکه شما خلائق و مخلوقات دیگری داشته باشید. به خداوندم داره، مثلا عالم ملائک و غیره، اونجاها این تنگناهای ماده نیست. اما در عالم ماده بهتر از این نمیشه. تنگناهایی داره، یعنی ماده یک لوازم وجودی داره که از اون جدا شدنی نیست و چون جدا شدنی نیست ناچار این اتفاقات میفته. شما وقتی که آتش رو آفریدی، آتش میسوزونه و این دیگه فرقی نمیکنه که این آتش یک
نوشته اوراق باطله رو بسوزونه یا عالی ترین پیپرهای علمی رو. شما آتش رو آفریدین، آتش سوزاننده است، عقل و اراده و شعورم نداره، لذا میسوزونه. بهترین کتاب ها رو میسوزونه، بدترین نوشته ها رو هم میسوزونه. شما ممکنه بگید که خب نه، اگه اینطوره خدا پس اصلا آتش رو نیافرینه. بسیار خوب، آتش رو نیافرینه، آبم همینطوره. آب اگر پیغمبر توش بره غرق میشه، شنا بلد نباشه، آدم عادی هم بره غرق میشه، درسته؟ میگه خب اگه آب اینطوری، خدا آبم نیافرینه، دونه دونه دنیا رو نیافرینه دیگه، دنیا رو نیافرینه. میشه همون که جناب بابا طاهر عریان گفت، گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، زنم چی بسازم خنجری، زنم بر دیده تا دل گردد آزم. خب ببینید، حالا فقط یه خنجر نباید ساخت دادن به دیده بزنی، یکی هم بسازی به موش بزنی، یکی هم بسازی به دست بزنی، چون اگر قرار است که از این طریق حل مشکل کنی، باید خودتو از میون برداری، اصلا برای هر عضوی یه خنجری بسازی و از میون برداری. اگر انسان بگه که آتش باشه اما اون سوء رفتار رو نداشته باشه، آتش باشه اما اونی رو که من میخوام بسوزونه، نه اونی که خودش میخواد، آب همینطور، سیل همینطور، قوانین عالم باشند و بعد دریا موج نزنه، سونامی نشه، خب این نمیشه. پس بگو عالم نباشه، این میشه بحث دیگری. اما اگر عالم باشه، یعنی عالم ماده، همین آش و همین کاسه، و در عالم عالم آفریدن، یعنی عالم ماده آفریدن، به زین نتوان رقم کشیدن، جهان ماده بهتر از این نمیشه ساخت. خب این یک نکته، چون لوازمی دارد، من بازم حالا سر این لوازم بحث دارم، ولی فعلا بنا رو بر این میذاریم که ماده یک لازمه های ذاتی داره، مثل اینکه بگیم آتش لازمه ذاتش سوزاندن است، و این لازمه ذاتی از اونا قابل سلب نیست. قابل سلب نیست یعنی چی؟ یعنی محال است، یعنی خداوند هم نمیتونه سلب کنه، ولی ازا همین است که هست. راه حل دیگری که ارسطوییان اندیشیدن، بعدن هم باز حکیمان دیندار مسلمان مسیحی به کار گرفتن، این بود که اصلا قبول کنیم که شر در جهان وجود داره، به دنبال اون تحلیل عدمی بودن شرور هم نرویم، اما ما میتوانیم نشان بدهیم که خیر در عالم بیش از شر در عالمه. دلیلشون هم خیلی ساده بود، گفتن قبوله که شرور وجود داره، اما خیرات بیشتر از شرورن، چون اگر شرور بیشتر بوده این عالم از بین رفته بود. شر ویرانگره، از بین برنده است. شما فکر کنید که بیماری ها اونقدر زیاد بود که اصلا آدم ها امکان درمان نداشتن، انسانی نمیمون دیگه. اینی که بیماری هست، که البته هست، میکروب هست و ویروس هست و انگل هست و هزار چیز دیگه هست، ولی اینا هیچ وقت چنان نبوده که آدمی رو، نسل آدمی رو منقرض کنه از میان بره. این که سیل بوده، زلزله بوده، اینا هم هست، اما آدمیان، چون ما اینجا در نسبت با آدمیان داریم این بحث رو میکنیم، دایره فراختری داره این مسئله، ولی فعلا ما محدود به نسبت شرور با آدمیان هستیم. این اگر اینقدر زیاد بود و ویرانگر بود، هیچی باقی نمیمون. این که باقی مانده است، علامت این است که خیرات هرچه که هست بیشتر از شروره، یا اینجوری بگیم استحکام ساختمان این عالم چندان است که این کلنگ ها و بیله ها و بولدوزر های ویرانگر زورشون به انهدام کل این ساختمان و این معماری نمیرسد. درست شبیه اون چی که ما درباره جوامع میگیم. ببینید، یه نکته ایست از دیرباز من به این متوجه بودم، تو بعض از نوشته ها موردن، اگر آدمیان، ما خیلی از بی اخلاقی مردم گله میکنیم، چه در جامعه خودمون چه در جوامع غربی مخصوصا، حالا که جوامع غربی است که گوت ما هم شدن، که همه سفر بلای ما، هر بدی رو هم به این برای نسبت میدیم، بدی های خودمون هم نمیبینیم. به قول خیام گفت، تو سخر همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام است اون را. خب ولی خب آدمی همیشه پیش پای خودش بلند میشه، برای خودش پیپسی با میکنه و همه عیب دیگران میبینه، عیب خودش نمیبینه. حالا چه دیگران چه ما، بالاخره عیوب اخلاقی تو جامعه زیاده، ولی
واقعا اگر جامعه بسیار بیمار باشه نظر اخلاقی باقی نمیمونه. به هر حال سلامتش میچربه بر بیماریش، هرچند که رفتارهای غیر اخلاقی سر بزنه. حالا این سلامت رو یا شما با خود تعهد اخلاقی حفظ میکنید یا با نیروی قانون حفظ میکنید، هر کاری که میکنید همه اینا با همه جامعه اونچنین، و الا اگر همه از هم بدوزن، همه هم به هم دروغ بگن، چیزی باقی نمیمونه، اجتماع انسانی باقی نمیمونه. همینی هم که باقی مونده به دلیل همین است که هنوز راستگویی هست، هنوز امانت هست، هنوز اعتماد متقابل هست، هنوز قانون هست و هنوز دیانت هست، هنوز اخلاق هست. با اینکه ما ممکنه وجوهی از جامعه رو ببینیم که ظاهراً مایوس کنند است، اما واقعا اینطور نیست. غلبه ندارد، غلبه مطلق نداره. شما در قرآن هم اگر نگاه بکنید بر ملت‌هایی که عذاب نازل شد، دقیقاً توصیف قرآنی این است، میگه ما بیشتر این مردم فاسد بودن که عذاب به سرشون اومد، بیشترشون فاسد بودن. و وجدنا فیهم غیر بیت من المؤمنین، یه آدم خوب، یه خانواده خوب تو شهر بود که به سرشون عذاب اومد. یعنی اکثریت این چنین بود. حتی توی تورات اگر نگاه بکنید، وقتی که خداوند به ابراهیم اطلاع میده که من میخوام بر سر این قوم لوط عذاب نازل کنم در اون شهرهای سدوم و عموره، خب ابراهیم با خداوند جدال میکنه دیگه، تعبیر قرآنه، میگه با ما جدال میکردی و جادل و نافی قوم لوط، که خدایا تو این شهر شاید 100 نفر آدم خوب باشه، شاید 10 نفر آدم خوب باشه، شاید 1 نفر، بازم عذاب نازل میکنی. جواب خدا رو نقل نکردم، ولی جواب خدا حتما بوده نه اینطورا نیست، اینطورا نیست. اکثریت و یا اکثریت مطلق با اون کسانی است که فاسد شدن، که اون عذاب می‌بینن بالاخره خودشون جامعه رو به هم ریختن. حالا هر تفسیری داره. در جهان جدید هم همینطور، اگر واقعا بی اخلاقی و بی قانونی غلبه کند در یه جامعه، شما مطمئن باشید از هم فرو خواهد باشید. اونچه که مونده همین سیمان هاست که نگه داشته، که پارهش با فرس، با زور، با زور نظامی، پلیس، قانون، قوه قضایی است. پارهش اخلاق، اخلاقی که از خانواده میاد. پارهش دین، ترس از خداست. هنوز اونچه که اخلاق مسیحیت نامیده میشه تو این جوامع جاریه. همین چریتی ها، همین خیریه ها، اینا بالاخره اندیشه هاییست که از ادیان هم آمده. اینا اگه رخت ببنده، کلن سیویلیتی از میان برداشته بشه، از بین میره. به این معناست که ما میگیم خیرات بیشتر از شرورن. یعنی اون چیزایی که موجب استحکام این بنا هستن هنوز غلبه دارن بر اون نیروهای ویرانگر و این جهان رو نگه داشتن. خیلی خوب، بعد یک این به جا تمام نمیشد، یک قضیه دیگر هم به این اضافه میکردن. میگفتن پس در جهان خیر کثیر داریم و شر قلیل، به تعبیر اونها. حالا ممکنه کسی بگوید که اصلا همین شر قلیل هم نادرست و ناپسنده. چرا یه عالمی را آفریدن که بیشترش خیرات، کمترش شرور؟ به هر حال یه گروهی در میان رنج میبینن. چرا این عالم را آفریدن؟ اونا جوابشون این بود، گزاره دوم، ترک خیر کثیر برای شر قلیل خودش شر کثیره. درسته؟ یه جمله خیلی حکیمانه. یعنی شما خیرات کثیری رو ترک بکنید، فرو بنهید به خاطر چند تا شر قلیل، این خودش شر کثیره. بنابراین ما برای اینکه مرتکب شر کثیر نشیم، مرتکب شر قلیل میشیم و از طریق او خیر کثیر هم میآفرینیم. خیلی متکلمانه شد این سخنان، ولی معناش روشن است دیگه. من دارم ادله اونها رو نقل میکنم. جهد این فیلسوفان و متکلمان رو ببینید برای اینکه قصه شرور رو به نحوی یا حل کنن یا تقلیل بدن، از اون چهره هراسناکش بیرون بیاورن، هم تا حدودی جهان رو برای ما مطبوع تر کنن، هم خدای ما رو برای ما پذیرفتنی تر کنن و انسانی تر نشان بدهند و نگویند که خداست دیگه، هر کاری دلش میخواد کرده، ما حق حرف زدن نداریم. اتفاقا یه عده پیدا شدن که همین حرف آخری رو زد، اشاعره خود ما.
اون چه که تا الان گفتم که تقریبا در راه حل معقولی بود، پیدا کردن حل معقولی بود برای شروع، نزد حکیمان بود، نزد معتزلیان بود که مشربشون و مکتبشون با مکتب فلاسفه نزدیک بود. اما میرسیم به اشاعره خودمون که اینها یک نظیرهای بسیار نیرومندی هم در مغرب زمین پیدا کردن. بعدن چنان که خواهم گفت اینا از در دیگری در آمدن، گفتن این که فرض کنیم دوتا خدا داریم که مقبول نیست و با توحید اسلامی منافات مطلق داره، و این هم که بگوییم که شرور عدمیست یا نیست، این هم چنگی به دل نمیزنه. بهترین راه این است که بگیم که خداوند برتر از اخلاق است، چون تمام مسئله شرور این بود که این کار غیر اخلاقی است. اخلاق ما آدمیان اجازه نمیدهد که از این کارا بکنیم، کسی رو به درد و رنج بی حاصل و بی سبب مبتلا کنیم. چرا خدا این کار رو میکنه؟ ما که آدمیم رضایت نمیدیم یک کسی بیهوده درد بکشه، چه برسد به خدا. ولی این بزرگانی که بسیاری از متکلمان ما در طول تاریخ فرهنگ اسلامی متعلق به این مکتبه، این مکتبه اشاعره من جمله مولوی و بسیاری دیگر، اینها در واقع وجود خداوند رو از شرور تبرئه کردن از طریق اینکه او رو برتر از اخلاق نشاندن. گفتن اصلا این چون و چراهای اخلاقی به گردش به دامن او نمی نشیند. اینها همه اخلاقیات انسانی است، در میان آدمیان نیکوست. شما می توانید گریبان من رو بگیرم، من گریبان شما رو بگیرم، چرا مال من رو برداشتی، چرا به من صدمه زدی، چرا چنین کردی چنان کردی، اما با خداوند این حرفا نیست. برای اینکه او مالک مطلق است، این عیناً تعبیرشون بود، می گفتن بودن خدا با اموال خودش، با ملک خودش هر کاری بکنه میتونه بکنه، برای اینکه ملک اوست. لأنه این عبارتش میکنه، لأنه یفعل فی ملکه لا فی ملک غیره، داره در ملک خودش این اعمال رو انجام میده، نه در ملک دیگری. اگه در ملک دیگری بود شما حق داشتید. میگه این آدم رو خودم آفریدم، خودم هم میدونم با او چه کار بکنم، هر کاری هم بکنم رواست، اصلا بیرون از رفتار من روا و ناروا وجود نداره. این همون شعر مشهور مولاناست دیگه، هر چه اون خسرو کند شیرین کند، چون درخت تین که جمله تین کند، تین یعنی انجیر. میگه شما اگه میخوای ببینی انجیر چیه، برو ببین درخت انجیر چی میده، هر چی داد همون میشه انجیر. نرو به درخت انجیر بگو این میوه رو بده تا ما به تو بگم درخت انجیر. شما از درخت انجیر یاد بگیر، هر چه تولیدات او بود انجیره. به خدا نگو چی خوبه چی بده، از خدا یاد بگیر، هر کاری او کرد همون خوبه. هر چه اون خسرو کند شیرین کند، چون درخت تین که جمله تین کند. پس خداوند برتر از اخلاق می نشیند. در مکتب اشعری خداوند از دو چیز برتر می نشین، یکی از علیت، یکی از اخلاق. نه قیود علیت دست و پای او رو می بندد، یعنی دست و پای قدرت او رو می بنده، او اسیر علیت نیست. دوم هم این که اخلاق او رو نمی بندد، این که چه بد است که نکنم یا چه خوب است که بکنم، این حرفا نیست. هر کاری بکند همون خوب است، هر تصمیم بگیره، هر اراده. بنابراین صورت مسئله کلن پاک میشه، چون تا حالا ما با یه خدای عادل رحیم سر و کار داشتیم، میخواستیم عدالت او، رحمت او رو نگه داریم. و علی اکنون نه، به همین دلیل هم اشاعره صریحاً و رسماً میگفتن خداوند فوق عدالت است و هر کاری بکنه عدل است، لذا خدا ظلم نمی کنه. نه به این معنا که میتونه ظلم کنه و میتونه عدالت به ورزه، مینشینه و تصمیم میگیره که این کار ظلم است نکنم، نه، هر کاری میکنه همون عدالت است. بنابراین به یک تعبیر ناممکن است که او ظلم بکند. بسیار خب، اینم یه راه حل. اینا مخصوصا در قصه شیطان نوبت قبل براتون گفتم درمانده بودن شدید، اشاره کردم که فخرالدین رازی در تفسیر خودش چند سوال رو از شیطان نقل میکنه
که به خدا گفتم که چرا مرا آفریدی، چرا من امر به سجده کردی، چرا منو راندی، وقتی منو راندی چرا وقتی خواستم به من مهلت تا قیامت بدی مهلت دادی، چنین چنان. بعد فخر رازی میگوید که اگر جن و انس جمع بشوند جواب این سوالات رو نمیتونن بدن. تنها راهش این است که بگیم خداوند هر کاری دلش میخواد بکنه، عیبی نداره و ظلم هم محسوب نمیشود و ما را نمیرسد که خداوند را مورد سوال و چون و چرا قرار بدیم. به زبان امروزی خدا اکانتبل نیست، همین، پاسخگو نیست در مقابل کارهایی که کرده. و یک آیه در قرآن هم هست که همه تون میدونید و که لا یسأل عما یفعل و هم یسألو، در سوره انبیاء. از خدا نمیتوان پرسید چه میکنی و چه نمیکنی، ولی از آدمیان میتوان پرسید. آدمیان مسئولند اما خداوند مسئول نیست. لا یسأل عما یفعل. من در یکی از مقالات خودم را آورده بودم که سرلوحه اندیشه اشعریان این آیه است، یا به تعبیر دیگه این آیه رو به منزله سرلوحه افکار خودشون برگرفتن و همیشه به این استناد میکردن. لا یسأل عما یفعل، خداوند رو نمیتوان مورد سوال قرار داد. و عجیب است که مرحوم علامه طباطبایی در همین تفسیر المیزان تقریبا همین سخن اشاعره را تکرار میکنه، میگه خداوند به دلیل عظمتی که داره نمیباید مورد سوال قرار بگیره. حالا این عظمت من حقیقتا در نمیابم، یعنی عظمت او باعث میشه که از اخلاق هم عظیمتر است. اگه این باشه این عیناً همون حرف، یا این که ما ازش میترسیم سوال بکنیم. از خدا ترسیدن معنا نداره، یعنی سوال عقلانی که گناه نیست، که معصیت کردن گناه و ترس داره. من اگر یک سوال معقولی از خداوند بکنم، مگه معصیت کردم که بعد از او بترسم یا در مقابل عظمت او بر خودم بلرزم؟ فرهنگ ریشه داری در میان ما شده است، فرهنگ ریشه داری که کسانی هستن و البته در صدرشون خدا، بعد این البته ریزش میکنه در دیگران که اینا رو نباید مورد سوال قرار داد. که چرا چنین کردی، چرا چنان کردی، این حرکت به چه دلیل بود، اون حرکت به چه دلیل بود. خدا رو نقد به اصطلاح نمیتوان کرد، در حالی که یکمی داریم از بحثمون بیرون میریم، ولی اب نداره این پرانتز رو من باز کردم. در حالی که آیه دیگری در سوره نساء هست که من به او هم همیشه استناد کردم، که اتفاقا اون آیه میگه گریبان خدا رو میشه گرفت، او رو مورد احتجاج و محاجه میتوان قرار داد. صریحا میگوید که ما انبیا رو فرستادیم، مبشرین و منذرین، لکی لا یکون للناس حجتن علی الله بعد الرسل، تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشن. این معنیش اینه پس ما میتونیم با خدا احتجاج کنیم، و اگه پیامبر نفرستاده بود و به خاطر اینکه ما هدایت نشدیم گریبان ما رو میگرفت و میخواست ما رو عذاب کنه، ما میتونستیم با خدا احتجاج کنیم و بگیم تو که راه راست ما نشون نداده بودی، پس الان چرا ما رو مسئول میدونی؟ این درست همه حرفیست که اشاعره میزدن، میگفتن نه هیچ اشکالی نداره که خداوند نیکوکاران رو به جهنم ببره و بدکاران رو به بهشت ببره. ممکنه این کار نکنه از روی کرم خودش، اما اگر بکند هم هیچ ایرادی نداره، برای اینکه او برتر از اخلاق مینشه. خب حالا اشاعره رو رها کنیم، یعنی مسائل قرآنی رو رها کنیم. اشاعره در حل مسئله شر و شیطان در صدر اونها به این امر به هر حال قائل بودن که خداوند رو نمیتوان مورد سوال قرار داد، ولذا شر اگر در عالم هم هست در نسبت با خدا شر نیست. همین، اگر بی عدالتی هست در نسبت با خداوند بی عدالتی نیست. همینو بس، یعنی صورت مسئله چنان که گفتم پاک میشد. شما از اون ور نگاه کنید، خیلی مسئله جالب است. معتزله رو شما نگاه کنید، معتزله چنان عقلانی فکر میکردن که آدم تعجب میکنه، و واقعا این رنج بردن رو در عالم خیلی جدی گرفته بودن و میگفتن که بالاخره با عدالت الهی و رحمتش منافات دارد که کسی رنج بیهوده ببرد، مورد ظلم قرار بگیره. خب در اینجا مسئله آخرت رو مطرح میکردن که من بعداً به اون میرسم، ولی یه نکته خیلی جالبه که اینجا داشتن این بود، میگفتن که حیوانات رنج نمیبرند برای اینکه معاد ندارن.
یعنی معتقد بودن یک موجودات مکانیکی هن. رنج نمیبرن. اگر در اثر اینکه ما اونا رو میزنیم رنج ببرن، اونگاه واجب میآید که خداوند حیوانات رو هم محشور کنه و دادشون رو بستاند. اما چون حشر حیوانات نداریم، پس لابد یه جوری هن که ما فکر میکنیم رنج میبرن، اما رنج نمیبرن. حالا جالب است که شما همین حرف رو بعدها چند قرن بعد نزدیکی میبینید. یکی از فلاسفه بسیار مشهور غربی به نام آقای رون دکارت، درسته؟ ایشان نه به خاطر مسئله عدل الهی، نه، به مبتنی بر منطق خودش و مقدمات فلسفی خودش میگفت که چون حیوانات روح ندارن و نفس ندارن، چون قده اپیفیز ندارن، و اون معتقد بود که این قده اپیفیز است که ملتقای روح با بدن است، بنابراین دردی هم احساس نمیکنن. و گفتن، نوشتن که یه بار در حضور دکارت یکی از شاگرداش حیوانی رو جرر میزد و فریاد میکشید و اون میگفت که چنان فریاد میکشد که گویی درد میکشد، گویی رنج میبرد، ولی معتقد بودن که نه، رنج نمیبرد. ملاحظه بکنید معتزله با این رحیم دلی که داشتن به یه میبینید کلام چجوری با علم اینجاها مخلوط میشه. اینا برای فیلسوفان علم و کسانی تاریخ علم کار میکنن خیلی جالب. شخص از یک مقدمه کلامی فلسفی که عدالت الهی باشه یک نتیجه فیزیولوژیک داره میگیره، میگه که ساختمان فیزیولوژیک حیوانات چنان است یا ساختمان عصبیشون که اینا رنج نمیبرن، هر چی کتکشون بزنی درد نمیکشن. خب این در هم تنیدگی علوم این چنین است که یک بحث خیلی جذابی است توی تاریخ علوم. شما در یک حوزه‌ای نظریه‌ای دارید که یک دفعه در یه جای دیگه یه نتیجه میده که هیچ انتظارش نمیره و از این اتفاقات زیاد میفته. باری خداوند بنابراین این چنین تبرئه میشود از نظر اشاعره. خب بیایم حالا پایین تر و قصه رو بیشتر بکاویم. من اشاره کردم که گفتن که لازمه ماده این است که پاره ای از نقصانها همراه او باشه، من جمله این که مثلا انسان رنج ببره و فلان. یه عده ای آمدند و در گذشته به نحوی، در حال حاضر به نحوی دیگری ورق رو برگردوندن، نمیگن که این رنج ها لازمه خیرات جهانه، یعنی خدا جهانی رو آفریده و این ماده به نحوی است که نمیتوان شرور رو از او گرفت. جوری دیگه استدلال کردم، یعنی این شرور لازمه خیراته به این معنا که زاینده خیراته. این دقیقاً همون ایده است که تکاملیون میگن، میگن درد اصلا درد نیست، درسته که ما درد میکشه ولی این لازمه بقای ماست، یعنی به اصطلاح سروایول ولیو داره، ارزش ابقایی داره. شما وقتی که رنج میبرید باعث میشه که از رنج فرار کنید. اگر ما دستمون رو در آتش میکنیم نسوزه، بعد از چند روز بچه کوچیک خاکستر شده. چرا یه بچه کوچیک از آتش فرار میکنه؟ ولی خود دستش میسوزه دیگه. بنده و شما هم همینطور. تمام این رنجایی که ما میبریم اینا یک ارزشی داره و همین باعث شده که ما بمونیم و نه تنها ما، یعنی دست کم قافله جانداران، به بقیه اجزای جهان کاری نداریم. ما آدمیان که شروع رو در نسبت با خودمون بحث می‌کنیم، این گرسنگی رنجاوره و برای اینکه خودمون رو سیر کنیم. این فرض کنید که چاقو که دست رو میبره و وقتی برید خیلی هم رنجاوره، اگه ببره و ما دردمون نیاد پروایی نداریم، تیر بیاد، خنجر بیاد، شمشیر بیاد، چاقو بیاد، اهمیت نه. الان که فرار میکنیم برای اینکه خب اینا رنجاورن، لذا اون درد و رنجی که ما اینقدر روی اون سرمایه گذاری کردیم و گفتیم که خیلی بده و این جهان پر از این رنج هاست، یه دلی اومدن و محاسبه کردن یه اصلا ما به دلیل اینا موندگار شدیم. درسته که به ما رنج میرن، اگه نبودن ما هم نبودیم. پس نه فقط خیر لازمه خیراتند بلکه مقدمه خیراتند هستند و زاینده اونها هم هستند. از طریق اونها ما به خیرات بیشتری میرسیم. گذشتگان این رو به ملایمت میگفتن، امروزی‌ها با همین
تئوری تکامل این رو خیلی بهتر میگن و نمونه ها و مصادیق و مثال های متعدد بلکه بیشماری دارن که دونه دونه این نقصان ها، این کمبود ها، این رنج ها، این آرزوها، توقعها، اینا همه کمک کرده به اینکه موجودات جاندار بمانن، فرار کنن از دشمن، فرار کنن از کمبودی طعمه، فرار کنن حتی بر سر طعمه با هم بجنگن. وقتی بر سر طعمه با هم میجنگن در واقع برای بقاء خودشون دارن میجنگن. اگر نمیجنگیدن نمیموندن. دو سه تا از جانوران همه طعمه رو میخوردن، بقیه هم اونجا گرسنه میموندن، از گرسنگی هم رنج نمیبردن، خورده خورده دراز میکشیدن و جانم که ندارن بگیم به ملک الموت میدادن، بالاخره این بدن دیزینتگره میشد و از بین میرفتن. پس ببینید نکته جالبی است این، یعنی چهره عوض میکند این مسئله به طور کامل. اونی که بد شمرده میشد الان خوب شمرده میشد و این در گرو و در پناه شناخت بهتری است که ما از جهان داریم پیدا میکنیم در نسبت به آدمیان. بحث بعدی همینه که اصلا ما آدمیان چه کاره ایم که نشستیم و این جهان رو همواره در نسبت با خودمون مورد داوری قرار میدیم؟ مگه ما گل سرسبد عالمیم؟ مگه همه چیز رو برای ما آفریدن تا ما در نسبت با خودمون اونها رو مورد داوری قرار بدیم؟ البته بعضی از پیروان ادیان چنین تصور میکنن، ولی واقعا ما هیچ دلیلی نداریم. حالا دلیل هم داشته باشیم، حالا کاری به ادیان نداریم. انسان رو همین تو بی خودی گفتن اشرف مخلوقات. اینا رو ما خودمون برای خودمون گفتیم دیگه. کی گفته که ما اشرف مخلوقاتیم؟ ما برترینیم، همه عالم رو برای ما آفریده اند. این چنین نیست. حتی اگر شما به قرآن هم مراجعه کنید اونجا میگوید که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. آدمیان رو بر بسیاری از مخلوقات تفضیل دادیم، برتری رو، نه بر همه. پس همچین حرفی نیست. چنین مقام و مسندی که ما برای خودمون ساختیم یه مقام و مسند کاذب و دروغینه، چنین چیزی نیست. خب این جهان احتمالاً اگر قائل باشیم که هدفی پشت این عالم بوده، چون در نسبت با خدا داریم این بحثا رو میکنیم، اگر پای خدا در میان نبود بسیار از این مباحث شرور هم که دیگه مطرح نمیشد. اگر قائل باشیم که جهانی هست و خدایی دارد و آفریننده و غایتی و هدفی و این دنیا رو برای هدفی آفریده، حالا خواهم گفت اون هدف چیه، اون وقت ما در نسبت با اون هدف باید بسنجیم که این جهان کامل هست یا نیست، نه در نسبت با خودمون. ما همواره داریم در نسبت با خودمون میسنجیم، اونم با این چهار سبا زندگی خودمون در این عالم، که این به درد ما میخوره یا نمیخوره، به بهترین شکل ممکن مطابق امیال ما هست یا نیست. ما واقعا چنین اجازه‌ای رو نداریم. یعنی این بسیار سوء محاسبه است. ما میتونیم اینا رو بگیم، اما نباید بگیم عالم شره، نباید بگیم پر از شروره. میتونیم بگیم فلان چیز مطابق میل من نیست، ولی مگه بنده محور و معیار همه چیزای این جهانم و به کار من آمدن یا نیامدن ملاک حسن و قبح اموره؟ خب این چنین نیست. امروزه یکی از چیزهایی که پیش آمده که تحت عنوان هیومانیزم یا اومانیزم بعدن گذاشتم که بحث کنم، همین انسان محوری است. ما اصلا آگاهانه و ناآگاهانه خودمون رو محور عالم گرفتیم، محور کائنات، و همه چیز باید یا به ما بخوره یا اگر نخوره لابد بده، لابد بد محاسبه کردن، بد ساختن. گویی که تمام این جهان یه لباسیست، یه کفشیست برای پای ما دوختن و ما هی پامونو میکنیم تو این کفش، میگیم پامونو میزنه یا تنگه یا گشاد. اصلا کی گفت این کفش رو برای شما ساختن؟ کی گفت؟ این چه تلقی خودبینانه خودمحورانه است که ما درست کردیم؟ این میشه همون شعری که اون شاعر خوب گفت: دریا به خیال خیش، به هوای خیش موجی دارد، خس پندارد که این کشاکش با اوست. این دریا موج میزنه، یه خس و خاشاکی هم رو آب، فکر میکنه این دریا داره با او بازی میکنه، به منصده یه مادری که مثلا بچهشو بالا میندازه، پای میندازه، با این بچه بازی میکنه، در حالی که اون دریا چی کاره به این خس داره؟
اون با قوانین خودش داره موج میزنه. حالا زمینه خاص هم بالا پایین میره، ممکنه هم از کیف بکنه، ممکنه هم از زیر آب بره، غرق بشه، هزار اتفاق دیگری. اما این که من فکر کنم دریا به خاطر منه، هر کاری هم میکنه منو منظور کرده در کار خودش، این واقعا خیلی حرف عجیبیست. این توی کاندید کتابی بود که ولتر نوشت، در همون اوایل قرن 18 بود. ولتر خیلی قصه شر رو بزرگ کرد و یکی از مؤثرترین کتاب‌ها رو در این باره نوشت. بعد از زلزله‌ای بود که در لیسبون در پرتغال رخ داد، خب خانه‌های اون موقع به استحکام خانه‌های کنونی نبود، مرگ و میر بسیار شدیدی اتفاق افتاد، اصلا اروپا در بحث فرو رفته بود. همه جا تو تاریخ اروپا از این زلزله لیسبون ذکر می‌رود، ذکر اندوهبار. ولتر هم که طنز نویس قهاری بود، خدا آفریده بودش برای مسخره کردن و دست انداختن، اونم با یک زبان گزنده تیز. کتابی نوشت به نام کاندید، یه رمانه، و در این کتاب به مسخره گرفته قصه رحمت الهی رو و مسئله شرور رو آورده بالا، مخصوصا لایبنیتس رو که قائل بود که نظام جهان نظام احسن است، تارگت اصلیش، دشمن اصلیش هم اوه، به او حمله میکنه. یه آقایی به نام پانگولوس هست که در این کتاب در واقع میشود گفت که نماینده یه آقای لایبنیتس و مدافع اوست، با همون زبان طنزگوی گزندهی که داره آقای ولتر از قول این پانگولوس نقل میکنه، که این میگفت ببین چقدر خدا این دنیا رو خوب آفریده، همه چیز با همه چیز مناسبت داره، میزون موزونه. مثلا ببین خدا بینی آدم چجوری آفریده، چه عینک این خوبی روش قرار میده. خب اگر آدم اینطوری فکر کنه که تمام عالم برای خاطر آدم و به خاطر چیزی که آدمیان بعدا ممکنه بسازن، این طنزها هم از توش در میاد بیرون. اما شما این انسان محوری رو که کنار بگذارید، خیلی از این محاسبات رنگ میبازه، دست کم کم رنگتر میشه، ضعیفتر میشه. در میان آوردن پای آدمیان، یعنی خود رو محور و معیار گرفتن، خب سر رو عوض میکنه. خیلی از آدمیان به خودشون حق میدن که فیلم مثل بگن خدا چرا من زشت آفریدی، چرا من کمبوش آفریدی، چرا چنین. اما اگر بنا باشه که آدم بگه که معلوم نیست این عالم همش به خاطر ماها آفریده شده باشه، تو همه برنامه ریزی ها ماها منظور شده باشیم، شاید نتیجه های دیگری برسیم. خب این انسان محوری که باز باید راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. یک بیان دیگری هم داشتند حکیمان ما، من خصوصا اینجا از ملا صدر را نقل میکنم، که به نظر من البته یعنی انسان انگاران است، قدری آنتروپومورفیکه در عالم خداشناسی، اما خب باید بگیم این رساله‌ای داره مرحوم ملا صدر، رساله خلق الاعمال. این رساله رو در اسوار خودش هم گنجونده، اما جداگانه هم چاپ شده. اونجا راجع به اینکه آیا خداوند اعمال آدمیان رو خلق میکنه یا نمیکنه، از دیدگاه کلامی نظر میکنه و مخصوصا در باب اعمال شر میخواد بگه که آیا این کارهای بد که آدمیان میکنن، خواه معاصی باشه خواه مظالم، چون این قصه در کلام به هر دو شاخه متعلق می شد که اعمال آدمیان آیا مخلوق خداوند یا نه، اعمال نیکشون مشکلی نداشت، اعمال بدشون هم بود از معصیت هایی که نافرمانی خدا بود و ظلمی که به بندگان خدا می کردن. ملا صدر می خواد این رو توضیح بده. خلاصه حرفش این است، میگه خداوند ممکنه یه کارایی بکنه و اراده هم بکنه که همون کارا رو بکنه، اما رضایت نداشته باشه. به تعبیری دیگه ناچار است یک کارایی رو بکنه در عین اینکه رضایت نداره، اما ملزم است که انجام بده. فقط مثالی که میزنه اینه، دقیقاً عبارتش رو میگه، علا قیاس من لسعت الحیت و اسفعه و یرید و ولا یرزا بالقطر، میگه مثل کسی که انگشتش رو مار گزیده، انگشتش رو قطع میکنه اما رضایت نداره به قطره. یعنی میگه ای کاش میشد که من انگشتم رو قطع نکنم، اما حالا که مارگزیده، حالا مال روزگاری که درمانم نداشت، ناچار باید این انگشت رو قطع بکنم.
لذا مولانا صدرا میخواد بگه خیلی کارا تو این عالم رخ میده که به اراده خدا هست اما به رضایت خدا نیست. این هم این نکته ایست، جدا کردن و فرق نهادن بین رضایت و اراده خداوند. کارها رو نمیگه اونایی که شرور خدا اراده نکرده. من اگه یادتون باشه یه بار میگفتم که کسی از من میپرسید که این هولوکاست، از من که نه، سوال مشهوریست بعد از هولوکاست، این متکلمان یهودی این رو همه جا پخش کردن که خدا در اون روز و شب هولوکاست کجا بود، 6 میلیون یهودی رو به قول اونا سوزوندن، خدا کجا بود؟ خب نتیجه میگیرن که خدا غائب بود، خدا خسوف کرده، خدا دیگه تو این دنیا به کار بندگانش رسیدگی نمیکنه. پاسخ من چی بود؟ اونجا بود، همون وسط معرکه بود. اصلا باعث و بانیش خود خداوند بود، به اراده خداوند اونجا این کار انجام میشد. هیچ چیزی نیست که تو این دنیا به اراده خدا نشه. ما تسقط من ورقتن، یه برگ از درخت نمیفته که خدا نداند یا نخواهد. خب حالا یه کسی میاد به ما میگه که این چه حرفیه، این چه چیزیه، این چه خدای ظالمیه که یک چنین شر عظیمی رو میبینه و هیچ دخالت نمیکنه، جلوگیری نمیکنه. نه تنها این، کاش میگفتی که خبر نداره، کاش میگفتی که نمیخواد، میگی که خودش هم میخواد، اراده هم میکنه. جواب او چیه؟ جوابش هم جواب ملا صدراست، یورید و ولا یرزا، میخواد اما رضایت نداره. چرا یورید و ولا یرزا؟ چون این لازمه اختیار انسانه. اگر خداوند به آدمیان اختیار داده، لازمش اینه که اختیار بدن بکنن. اگر شما یه کاری بکنید که آدمیان فقط اختیار خوب بکنن، دیگه اختیار نیست. خب پس یورید و ولا یرزا، خدا دوست نداره آدمیان اختیار بد بکنن. به زبان عالی، دوست نداره مردم گناه بکنن، این درسته، اما چیکار کنه؟ اختیار داده، لذا گناه میکنن. این از همون حرف هاست که من چند بار اینو دارم تکرار میکنم تا خوب جا بیفته. از یه طرف مشکل رو حل میکنه، ولی از یک طرف هم یه مسئله دیگر رو میآفرینه که باید برای جلسه بعدی بگذاریم. این رو هم عرض بکنم، ما گفتیم که در جهان جدید قصه شر خیلی ها رو به عقب نشینی وادار کرده، ولی این رو هم عرض بکنم، دست کم دو تا از فیلسوفان بزرگ غربی، یکی به نام آقای پلانتینگا، یکی هم به نام آقای سوینبرن، یکی بریتیشه و اون دیگری آمریکایی، اینا خیلی جدی دنبال پروژه عدالت الهی هن، مخصوصا سوینبرن، و اینا کوشیدن که مسئله شر رو در نسبت با عدالت خداوند جواب مقنعی بهش بدن. و در حدی که من میدونم تو فلسفه آنالیتیک خصوصا، که این هر دو فیلسوف آنالیتیکن، حرفاشون خیلی خوب جا افتاده، خیلی خوب جا افتاده، یعنی یک قول رقیب نیرومندی پدید آوردن. پس از اینکه برای مدت طولانی مسئله خاتمه یافته تلقی میشد، یعنی اصلا از یه فیلسوف، اونم یه فیلسوف آنالیتیک تو عصر مدرن، پذیرفته نبودن پای خدا رو به بحث‌های فلسفی بکشانن. بلندینگا این کار رو کرد، اخیرا هم جایزه خوبی، جایزه تمپلتون به ایشون دادن که بیش از جایزه نوبله. و یک بحثی رو توی فلسفه آنالیتیک مطرح کرد تحت عنوان بیسیک پروپوزیشنز، گزاره‌های پایه، که گزاره‌های بدیهی هم، یا بدیهی که نه، گزاره‌هایی که احتیاج به دلیل ندارن، و گفت خداشناسی جزو گزاره‌های پایه است. خیلی هم خوب و به قوت بر روی 50 سال تو این فن کار کرده، همچنین از آقای سوینبرن. یعنی خواستم این رو هم عرض بکنم که شما فکر نکنید که متکلمان جدید، فیلسوفان دوران مدرن، اینها بی سلاح و بی پناه مانده اند در مقابل حملاتی که از ناحیه مسئله شر به وجود خدا یا به عدالت خدا شده است. اما ورود البته در بحث‌های اونها دیگه وقت دیگری رو میخواد. من نظر خودم رو هم، نظر مبارک خودم رو هم عرض کنم خدمت شما و این بحث رو تمام کنیم. من خیلی معتقد به قیامت هستم و معتقدم بحث شر هر چه که باشه، بدون در میان آوردن مسئله قیامت، نمیگم لاینحل، نیمه حل شده باقی میماند. ببینید، یکی از اشکالاتی که در قصه شر هست این است که ما جهان رو محدود به همین جهان خودمون گرفتیم، یا عمر آدمیان رو به همین 70-80 سالی که روی کره زمین زندگی میکنن.
اگر ما قبول کنیم، باور داشته باشیم که عمر ما بسی بیش از این است، بی نهایت هم نگیریم، بگید 500 میلیون سال، این یه قطعه خیلی کوچکی از عمر ماست که در این جهانیم، که رنج میبینیم، شادی میبینیم، عزت میبینیم، ذلت میبینیم، کم داریم، زیاد داریم، ولی تمام نمیشه آدمی با از دنیا رفتن. تمام مطلب این است که گویی ما تمام میشیم اگر ما قبول کنیم، همطور که ادیان به ما باوراندند که اتفاقا قیامت اونجا تجلیگاه عدل الهی است و اونم پاره ای از عمر ما و زندگی ماست، پاره ای از عمر حقیقی ما، بلکه از نظر بعضی ها حقیقی تر همان است. این جهان که ما در خوابیم، الناس و نیامون ازاماتون تبهو، مردم تو این دنیا خوابن، یعنی حقیقت اشیا رو چنان که هست نمیبینن، وقتی میمیرن تازه زنده میشن، بله تازه بیدار میشن، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، ازاماتو انتبهو، بیداری ما از این خواب وقتی است که ما میمیریم. به قول مولانا، هین مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به مرگ خیشتن، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پاین، من تو این دنیا تو این زندگی در واقع مردم، وقتی که بمیرم تازه زنده میشم. حالا آدمی اگر یک چنین تلقی و تصوری داشته باشه و عمر خودش رو بی پایان بدونه و دایره هستی و حیات رو بی پایان بدونه، دیگه نمیاد تمام محاسباتش رو محدود و منحصر کنه به این چند سباهی که آدمیان تو این دنیا هستن، به این چند سباهی که هر تک آدمی تو این دنیا زندگی میکنه و به رنج و شادی که میبره و میبینه، چون دایره خیلی وسیع تر است. بنابراین عدالت الهی رو که ما ازش سوال میکنیم، خب اینو باید در کل پهنه بیکران هستی مخصوصا در نسبت با زندگی آدمیان مورد سوال قرار بدیم، نه فقط در این محدوده بسیار کوتاه و تنگ زندگی دنیاوی. این رو من البته عرض بکنم، در ادبیات دینی بیشترین تأکیدی که رفته است بر این است که ظلمها روز قیامت و معصیتها مورد داوری قرار میگیرند و عدالت نسبت به اونها اجرا میشوند. در مورد رنجها، کاستیها کمتر بحث شده است که روز قیامت آیا اگر آدمی تو این زندگی کاستی داشت، رنجی بود، اونها هم جبران می شود یا نمی شود. تو قرآن چنین چیزی نیست. در قرآن عدالت الهی روز قیامت در باب معاصی است. اونجا ظالمان، گناهکاران جزا می بینند و نیکوکاران به بهشت می روند. این که اگر شما کمبودی در این عالم داشتید و رنج بیهودهی بردید، به شما هم بابت این رنج پاداش میدن، تو قرآن نیست. در روایات هست که رنجها پاداش هم داره، در واقع یه جور تعدیلیست و جبرانیست، اما در قرآن این نیامده است. که این هم حالا نکته ایست که چون من بحث قیامت رو مطرح کردم باید میگفتم که دایره عدالت ورزی خداوند آنچنان که در قرآن به ما آموخته شده است این چنین است. با اجازه شما بحث شروع رو ما در اینجا به پایان میبریم. تنها نکته‌ای که من میخواستم از این مجموعه یادآوری کنم به شما همین بود که اول این بحث چقدر فربه و سنگینه، چقدر حکیمان و متفکران رو به چالش کشیده و همچنان ادامه دارد، و دومی که جهان جدید چرا در اثر برخورد با قصه شر متفاوت عمل کرد، یعنی به جای اینکه به سراغ اون حل‌های کلاسیک برود، دو راه در پیش گرفت، یا خدا رو کنار گذاشت یا دئیست شد، یعنی گفت بله این جهانی خالقی داره اما فقط خلقش کرده، خداحافظ، دیگه مسئول هیچ خیر و شرش نیست. یعنی اروپا از تئیزم به دئیزم عبور کرد و از دئیزم هم به ایتئیزم. اول خدا باوری بود، خدای خالق این جهان و خدای عادل، بعد شد دئیزم، یعنی خدای خالق ولا غیر، هیچ دخالتی و تصرفی در این عالم نداره و لذا مسئول خیر و شر عالمه. بعدش هم شد ایتئیزم، یعنی بی خدایی یا نفی خدا و یا دست کم بیرون نهادن خداوند از دایره محاسبات علمی و فلسفی.
سرش این بود، یعنی این مسئله فشار نیرومندی داشت همراه با پاره از اتفاقات دیگری که در اروپا افتاد که هیومنیزم و نامینالیزم دو تا دیگه از اونها باشه که اونها رو هم وامدار و بدهکار شما هستم که مورد بحث قرار بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اگه درست خاطرم باشه شنبه جلسه قبل شما فرمودید که بسیاری از فلاسفه اسلامی معتقدند که جانهای اندکی محشور میشن و فقط در واقع اگر اینطور باشه پس اون وقت این عدالت الهی که شما میگید فقط با در واقع امتداد جهانه که میتونه توضیح داده بشه. اون از می شود که جلسه قبل که نمیدید اون جلسه جلسه بله چندین جلسه بله من این نکته رو گفتم. ملاحظه کنید گفتم مطابق فلسفه فلاسفه اسلامی که معاد رو مبتنی بر داشتن نفس ناطقه می کنند به تعریفی که خودشون میدن و این نفس ناطقه که یکی از مهمترین ادلهش هم ادراک کلیات و این ادراک کلیات که باز مطابق رأی فلاسفه بیشتر مردم به اون نمیرسند و قادر به ادراک کلیات نیستند و مرحوم آقای طباطبایی اواخر عمرش میگو من تازه دارم کلیات رو میفهمم و اگر این مقدماتو کنار هم بزنین ظاهرا بیشتر مردم صاحب نفس نیستن و وقتی هم که نیستن اگر معاد مبتنی بر نفوس ناطقه باشه اونگاه معاد هم نداره. خب این لازمه و نتیجه مقدمات این فیلسوفانه ولی دین یعنی متون مقدس اینها که تابع این مقدمات فلسفی نیست اینا میگن نه هست معادی هست. حالا فلسفه شما مکانیزم این معاد رو نمیدونه و نمیتونه تبیین کنه خب نتونه بر. یعنی اون نافیه اون آموزش های کتاب مقدس نیست کما اینکه من اینو اشاره کردم بارها که مقدمات فلسفی فیلسوفان ما چه فیلسوفان مشیا چه حکمت متعالیه قدرت توجیه دعا را نداره. این واقعا نمیتونه توضیح بده که دعا چجوری مستجاب میشه. همون اندک دعاهایی هم که مستجاب میشه، حالا همه دعاها مستجاب نمیشه ولی همون دعاهایی که مستجاب میشه فلسفه ما قدرت تبیینش را نداره. بله اتفاقا درست این همین چیزاییست که ما از دین میآموزیم. یعنی اگه ما بودیم فلاسفه نه دعا بود نه معاد یه چیزای دیگه. اون فلسفه اسلامی هم بله فلاسفه اسلامی هم فلسفه شون غیر اسلامیه. حالا بهشون میگن فلاسفه اسلامی باید بهشون گفت فلاسفه مسلمان. بله فارس تشکر. این سوالی که روی یکی از سخنرانیاتون کرده بودیم برای اینکه بعضی معاد ندارن ادامه این صحبت خانم بود نتیجه بندی خودتون در این سخنرانی بود که شما بیشتر باور داشته که یکی همین کسایی که نفس ناطقه دارن فقط معاد دارن بقیه معاد ندارن. البته اینا از غزالی رو محمد غزالی و مولوی برداشت کرده بودین که اینها بیشتر نتیجه گیری خودتون بوده. حالا یکی از سخنرانیاتون من بارها گوش میکردم و برام واقعا خیلی جای تعجب و کانفیوز شده بودم که این پس همه اینهایی که معاد ندارن میتونن پس رستاخیزی نیست بهشت و جهنمی براشون نیست. میشه لطفا یه ذره بازتر سوال مطلب همین بود که الان گفتم دیگه دقیقا الان پاسخی که بهشون دادم همین پاسخ به سوال شماست که گفتم من تبیین کردم نظریه حکیمان رو و گفتم لازمه مقدمات اونها این است گرچه خودشون تصریح هم نکردن اما خب اونها خیلی وقتا یه حرفایی میزنن نتیجه گیریشو به شما میسپارن لازم نیست همه رو خیلی به صراحت بگن و اونچنان که از سخنان اونها برداشت میشه مولوی نه حکیمانه مسلمان اون چنان که از سخنانشون برداشت میشه چنان که من نتیجه میگیرم همین بود که عرض کردم. حتی یک روایتی رو هم اینا به کمک آوردند که گفته شده است که در قبر دست کم در قبر گفتن که مردم مورد سوال قرار نمیگیرن
الا من محضر کفر محضن و من محضر ایمان محضن. کسانی که کافر واقعی هن یا مؤمن واقعی هن و مورد سوال بقیه یله ها هن به بقیه کار ندارن اصلا. این حالا این روایت صحیح ناصحیح من نمیدونم، ولی به کمک خودشون آوردن. ولی اینا با آموزه های قرآن، یعنی اونها که به صراحت هست، وفق نمیره. اونجا هست که همه مردم به هر حال این است که لمجموعون ایلا میقات یوم معلوم، روز معین اینها حاضر خواهند شد. ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. یعنی کسی را استثنا نکرده است. بله. من یه سوالی داشتم. این آرایی که راجع به اشاعره توضیح دادین که معتقد بودن که خداوند فوق اخلاقه، آیا این تقریبا میشه به اون معنا گرفت که همون خدای غیر انسانوار، یعنی خدایی که اصولا مثل ما نیست؟ اشاعره این رو نمی گفتن، ولی این سخنشون با بله خدای غیر انسانوار میخوره، یعنی کانسیستنته. یعنی آدمی اگر خداوند رو به هر حال غیر متشخص به معنای غیر انسانی و غیر طبیعی بداند که نه احکام آدمیان بر او جاری است و نه غیره، و وقت این بله. منتها ما با بعضی از باز آموزه های کتاب مقدس سر و کار داریم، باید اون را تفسیر کنیم. مثلا اینکه کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو بر خود واجب کرده است. در اینجاها باید ما توضیح بدیم که این واجب شدن رحمت بر خداوند چیست. یا مثلا در جاهایی هست در قرآن که نه لحالا یا امر به سوء، خداوند به کار بد فرمان نمی دهد در نسبت با ما. اینا هست که باید توضیح بدیم. اما در این که بله، یعنی ما اگر خداوند رو انسانی ندانیم و طبیعی ندانیم، اونگاه احکام اجتماعات انسانی و احکام طبیعی بر او جاری نیست، 100% درست. یعنی با این میخوره. ولی خدای اشاعره خدای متشخص است، خدای انسانی است در این حال، یعنی انسان آنتروپومورفیکه. بله. تمام تک تک این مسائلی که گفتیم رو یا توضیحاتی رو که دادیم، شاید جمعش با هم دیگه مشکلی نداشته باشه، یعنی از جنبه‌های مختلف در واقع یه جوری اینو توجیه میکنه. اینکه شروع خیلی اوقات زاینده خیرات هستن، خب خیلی اوقات خیرات بیشتر از شر هستن، یعنی اینا هست. یا اینکه خداوند مثلا فوق اخلاق هست. تمام این دلایل میشه مثلا یک ذرعی رو از این مجموعه باشه آدم براش، و خب در نهایت هم اون چیزی که آدم نمیتونه توجیهش بکنه، یکی مثلا انسان محور عالم نیست. خب همش به نظر درسته، ولی شاید مثلا یک دونش نتونه کامل توضیح بده، ولی اگه همه رو جمع بکنیم و آخرش هم وصل بکنیم به این حالا چیزی هم که مون اون بر معلوم میشه که چی میشه، شاید با هم بشه توجیه بکنیم، به جای اینکه فقط بگیم که مثلا با قیامت توجیه بکنیم. نه من نگفتم فقط با قیامت، نه من نگفتم. اونا سر جاشه، اونا هر کدوم وزن خودش و نیروی خودشو داره، همون ادله‌ای که ذکر کردم. اگر شما فکر میکنید اونا کافیه نعم المطلوب، یعنی چه بهتر. ولی من فکر میکنم حالا جای بستش اینجا که یه چیزایی هست مثل رنج‌های، به اصطلاح بهش میگن رنج‌های بیهوده، که بعضی‌ها اینا احتمالاً با قیامت و اینها میشه جبرانش کرد. ولی اگر کسی واقعاً معتقد باشه که بدون فرض قیامت هم میتوان جهان رو با همین توضیحات عادلانه دانست، نعم المطلوب. بله، بار ما سبک‌تره. بله. خب خیلی ممنون. ظاهرا به پایان آمدیم دفتر، ولی حکایت همچنان باقی.